توی انجیل لوقا باب 17 آیه 5 شاگردان به مسیح میگن که ایمان ما رو مدد کن ایمان ما رو زیاد کن ایمان ما رو کمک کن و جالب عیسی مسیح تو آیات قبلش جوابشون میده، میگه میخوای ایمانت قوی بشه میگه آره میگه دیگران رو ببخش چرا ربطی داره من میخوام مرده زنده کنم من میخوام برای مردم شفا بدم میگه برو ببخش عدم بخشش قدرت ایمان تو رو میگیره اما چه ربطی داره بین بخشش و ایمان قبلا راجع به روزه و ایمان شنیده بودید که چگونه اینا با هم کار میکنه اما امروز میخوام یه مقدار راجع به بخشش و ایمان صحبت کنم یا قدرت در واقع بخشش و ایمان صحبت کنم و اگر ضد اون رنجش باشه چطوری ایمان من رو فلج میکنه چون که راحت به شما بگم خیلی 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 از ایمانداران هستن با ایمان مفلوج میگید نه؟ قرار نیست دستی بالا بکنیم خدا که از قلب های ما با خبره اون که ایان است، چه حاجت به بیان است شوخی که نداریم اداقمون رو نمیخوام در بیاریم خودمون رو سوپرمن نمیخوایم نشون بدیم ایمان مفلوجه ایمان بعضی مواقع یکشنبه که میشه سینه باید بیاد اصلا حال نداره باید بلند چی بشه که بخواد بلند شه ورداره بیاد حال نداره ایمان سینه این خیلی بتونه فقط بیاد اینجا بقو معروف این تنش بکشه اینجا جسد رو بکشه اینجا که یه ذره رحمت خدا بیاد که من بتونم بلند فقط هفتمو بگذرونم چه برسه با آیات و موجزات خدا بخواد از طریق اون کاری انجام بده و این رنجش در واقع چه اتفاقی تو زندگی ما میتونه به وجود بیاره داوود در مزمور 55 آیه 12 جالبه میگه که زیرا دشمن من نبود که مرا ملامت میکرد وگرنه تحمل میکردم بلکه تو بودی ای مرد نظیر من ای یار خالص و نزدیک من که با من مشورت میکردیم با هم به خانه خدا میرفتیم پس ایماندار بود نه داوود راجع به کسی داره صحبت میکنه به عنوان یه پادشاه کسی نبود که هر کسی بخواد کنارش قرار بگیره کنار پادشاه بقا دربون که نبوده کنار پادشاه نمیدونم سفور محله که نبوده کنار پادشاه نمیدونم بابونی که نبوده افراد نزدیک میتونن کنار اون باشن و میگه از کسی که با هم میرفتیم در خانه خدا پرستش میکنین عبادت میکنین اون دل من رو برنج آورد و شیطان خیلی خوب میدونه کجا ما رو بزنه سمره رنجش پشتش تلخی میاد پشت تلخی خش میاد پشت خش نفرت میاد پشت نفرت تلافی میاد و اینجا گناه پشت گناه و اینها همون دشهاییه که راجبش دارم صحبت میکنم